به شما همراهان همیشگی آسمان هنر. خوشنویسی در همه فرهنگ ها وجود داره، ولی در ایران از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار هست. همیشه خط خوش نظرها رو به خودش جلب میکنه. امروز از آقای مهدی شریفی دعوت کردیم که مهمان برنامه ما باشن. ایشون متولد سال 1360 در شهر جیروفت و استان کرمان هستند و دکترای کامپیوتر از دانشگاه مونتریال دارن. از 10 سالگی شروع به فراگیری خوشنویسی کردن و به شیوه های مختلف این کار را انجام میدن و از انجمن خوشنویسان ایران مدرک ممتاز دریافت کردن. یک کار جالبی که جدای از خوشنویسی انجام میدن، ساخت کاغذ به طور حرفه‌ای و همینطور ساختن کاغذ ابروبات هست. خیلی خوش اومدیم به برنامه ما آقای شریفی. سلام، منم خیلی خوشحالم که شما منو به برنامه‌تون دعوت کردید و از حضور در برنامه‌تون خیلی خوشحالم. برای شروع، برای اینکه هم بینندگان ما یه مقدار آشنا بشن و هم ما با سبک کارهای شما آشنا بشیم، لطفاً بفرمایید که چه سبکایی رو در خوشنویسی کار میکنید. بله، سبکای خوشنویسی به طور خلاصه اگه بخوام اینجا عرض کنم، به یک دید کلی ما نگاه کنیم، یکی سبک قدما هست، از دوره میرما تا از عصر صفوی تا عصر قاجاری، و یکی دیگری عصر معاصر است که از حدود مثلا 70-80 سال که انجمن خوشنویسان تأسیس شده، شیوه معاصر از استاد سید حسین میرخانی باب شده که ایشون شیوه کلها رو ادامه دادن تا الان. من هم ابتدا که شروع کردم از این شیوه استفاده می کردم. اولین استادم که به شکل جدی کار رو انجام دادم استاد سعید شمس انصاری بودن که ایشون سبک استاد سید حسین میرخانی رو تعلیم می دادن که ادامه سبک کلهور هست. کم کم علاقه من شدم به سبک قدما. خب معمولا آدم ها خیلی ممکنه رو به جلو برن، ولی تو خوشنویسی ممکنه ما رو به عقب هم بریم، سبک اساتید قدیم رو اجرا کنیم. سبکی که الان و شیوهی که به کلمه درستش رو بگم، شیوهی که من اجرا میکنم، شیوه استاد اول خوشنویسی ما میرماد است و تو این شیوه مدیون استادم استاد حبیب رمضانپور و عبدالله فکری هستم. هرچی دارم از ایشون دارم، از این دو استاد عزیز دارم. چی شد که به خوشنویسی علاقه من شدین؟ خوشنویسی علاقه من شدم که خب اگه بگیم علاقه من شدم، باید برگردم به زمان کودکی خودم که مثلا چهارم دبستان بودم، فکر میکنم سوم یا چهارم دبستان بودم، که توی خونه دیوان حافظ بود، به خطاش نگاه میکردیم، ما با خط بچگانمون هم اونجا توی خود دیوان حافظ رو مینوشتیم و خراب میکردیم در واقع. بعد که خود بابام هم که به شکل تفننی خط مینوشت، یه روز آره دست ما رو گرفت برد انجمن خوشنویسان شهرمون. آقای غلام شریفی اول معلم هم بودن، خیلی منو تشویق میکردن. فامیل بودیم با هم؟ چون هم فامیلی هستیم. بله، خیلی فامیلی دوری داریم با هم، ولی همیشه ایشون به من محبت داشتن. بله. تا حالا از کاراتون نمایشگاه گذاشتین؟ به شکل غیر رسمی جای مختلفی داشتم توی مونترال، به شکل نسبتا رسمی توی کافه گالریا اینجا نمایشگاه داشتم توی تابستون، اینجا توی کافه آنجا یه نمایشگاه داشتم با یه نفر تهذیب کار دیگه، و بر حدود مثلا 20 تا تابلو رو اونجا به نمایش گذاشتیم که در حال حاضرم دوباره همین تعداد از کارها همونجا الان توی همین ماه نوامبر و دسامبر داره نمایش داده میشه. بله. کار کاغذسازی رو برای خطاطی خودتون انجام میدین و کار ابروبات؟ بله بله. چه مراحلی داره؟ بله، انجام این کار؟ خب قبل از اینکه به کار کاغذسازی برسیم، یه مسئله مهمی توی کار خوشنویسی، خب بافت و بستر ما کاغذ هست. کاغذایی که معمولا خیلی از خوشنویسا، حتی خیلی از خوشنویسای مطرح استفاده میکنن، کاغذای گلاسه هست، کاغذای صنعتی هست که اینا به
گذر زمان این کاغذ از ممکنه زرد بشه، کاغذ اسیدی هستن. ولی من از حدود 4 سال پیش به لطف استادم، استاد رمضان پور، ایشون به من از راه دور یاد دادن چجوری کاغذ آماده کنم، کار کاغذ سازی. مثلا ببین کاغذایی که ما از دوره میرماد داریم کاغذای 400 ساله 500 ساله، کاغذ شما نگاه میکنی، مرکب روی کاغذ نگاه میکنی، انگار همین دیروز نوشته شده. این خیلی مسئله مهمیه. و مراحل کاغذ آماده سازی کاغذ، در واقع اگه بخوایم به شکل خلاصه بگم، کاغذ خام که به دست ما میرسه، این کاغذ باید روش یه لایه از نشاسته زده بشه و این لایه نشاسته رو بعد از چند روز که خشک میشه روی این لایه یه آهار دوم تخم مرغ زده بشه و بعد این با یه مهره عقیق روی این کاغذ بکشیم تا کاغذ صاف و یک دست بشه. این خیلی طول و وقتی که این کاغذ آماده شد، این کاغذ بهتر یک سال بمونه تا آماده نوشتن بشه. این کاغذایی که من اینجا آوردم یک سال از عمرشون، عمر ساخته شدنشون میگذره. بهتره یک سال بگذره تا کاغذ خشک و آماده بشه. پس خیلی کار پرزحمت بله، و کار خیلی طولانی هستش بله. انجام دادن. بله، باید هر هفته کار انجام بشه. الان من کاغذی که برای این هفته هم دارم میسازم یک سال بعد استفاده میکنم. چه جالب. بعد روی همون کاغذ ها میایید کار ابروباد انجام میدید؟ اگه بخوام ابروبادش انجام بدیم، نه، اول ابروباد انجام میدیم. روی یک داخل یه تشتی از یه مایه تو ایران شنبلیله استفاده میکنن، روی اون رنگ میریزیم. رنگ میتونه آکریلیک باشه یا رنگای چاپی باشه که با یک میدیوم روان کننده رقیق میشه. اونجا قرار میره کاغذ روش میگذاریم و بعد چند ساعت خشک میشه، دوباره کاغذ سازی انجام میشه که بهتون گفتم آهار مهرش و بعد یه سال بمونه. خب بسیار حرفه‌ای پس انجام میدی شما این کار رو. ما همیشه فکر میکنیم که خوشنویسی قلم میخواد و دوات و اگه اسمشو درست بگم و یه کاغذ. بله. خب ولی من میبینم که شما وسایل دیگه ای دارید اینجا، میشه معرفی کنید وسایل کارتون رو؟ بله، عمده وسایلی گفتین همون هست که وسیله که هست، همون هست که شما گفتین. قلم هست، قلم خیزرانی میتونه باشه، قلم دسفولی میتونه باشه، بستگی داره شما بخواین خط مشقی بنویسین یا خفی بنویسین، جلی بنویسین، خط درشت یا جور دیگه بنویسین. بله، قلم تراش هست که قلم رو میتراشیم. همین قلم تراشیدن هم سبکای مختلفی داره. بعد قطزن هست که روش قلم رو قط میزنیم. مرکب و دواته که داخل لیقه ریخته میشه. حالا اگه ازتون بخوایم که یه یادگاری برای ما بنویسید، خواهش میکنم. باعث افتخار من، خواهش میکنم.
بسیار زیبا هستش. دست شما درد نکنه. براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که شاهد پیشرفتتون در کار کامپیوتر و هنر خوشنویسی باشیم. ممنونم و متشکرم از لطف و توجه شما. خیلی ممنون. با آرزوی خوش درخشیدن همیشگی تک تک شما در آسمان زندگیتون به خدای بزرگ میسپارمتون.